الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، مولانا ومقتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شام رحلة حضرة خاتم الأنبياء وجود مقدس نبي أكرم، شامگاه شهادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام است. تسلیت و تعزیت به پیشگاه مقدس امام زمان، خوشنودی و سلامتی اون حضرت، تعجیل در فرج اون بزرگوار، صلوات بلندی خط بفرد. حقیقتاً سخن گفتن در مورد شخصیت پیغمبر اکرم نه از من و نه از هر انسانی بر نمی آید، همه در مقابل اون وجود عرشی زبانشون الکن است و عقول ما و خردهای ما ناتوان است از درک معرفت اون بزرگوار. اما اون مقداری که خداوند متعال و اهل بیت در مورد نبی اکرم برای ما سخن گفتند و قابل فهم برای ما هست، اون مقدار رو تلاش باید بکنیم که در مورد شخصیت پیغمبر بدانیم. یکی از خصلت‌های رسول خدا و مقامات الهی اون حضرت مقام شفاعت است. مقام شفاعت حقیقتاً یک مقامی است که وهم ما و خیال ما و عقول ما و خردهای ما به اونجا نمیرسه که خدای متعال چه مرتبه ای رو پیغمبر اکرم عنایت کرد. منتها این یک مقدمه قرآنی دارد، این رو من عرض بکنم تا انشالله ببینیم در قیامت پیغمبر اکرم چه چهره ای از خودشون به عالم نشان خواهند داد. پیغمبر حریص علیکم، قرآن در آخرین آیه سوره مبارکه انبیا می‌فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. پیغمبری رو به سوی شما فرستادیم که این پیامبر بر او گران است، هر مصیبت و سختی تو زندگی برای شما اتفاق میفته. عزیز علیکم، او پدر واقعی عالمه، پدر واقعی مؤمنینه، پدر برایش سخت فرزندش یک گرفتاری تو زندگی داشته باشه، حتی کمتر از اون یه خاری به پای یک مؤمنی بره بر پیامبر سخت. عزیز علیه ما انتم، در مقابل اون پدر و این پیشوای بزرگوار، این سرور بر عالم، اونقدر دلسوز برای امت، حتی حاضر نیست یک نفر از امتش به آتش جهنم برن، همه رو میخواد هدایت بکند رسول خدا. یه همچین دل وسیعی دارد، به اندازه همه آسمان ها و زمین دل پیغمبر گسترده است.
میخواد همه رو پیغمبر بهشتی بکنه. عزیزون علیکم، عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم. نسبت به عالم اون همه رسول خدا دلسوز همه بشریت رو میخواد به بهشت ببرن، به مؤمنین رسول خدا یک محبت خاصی دارد، رعوف و رحیم، رعفت و رحمت مخصوصی داره. دعای ندبر انشالله فردا قرائت میکنید. یا علی شیعت که علا منابر من نور مبیدتا وجوهم حوری و هم جیرانی فی الجنه. شیعیان تو اینها در قیامت روی سکوهای از نور هستند، بر منبرهای از نور هستند، چهره هاشون مثل ماه می درخشد. اما اختصاصی شیعیان تو بهشت همسایه من هستند. اونا محبت پیغمبر نسبت مؤمنین. پیغمبر خدا حاضر نیست در قیامت یک مؤمن به عذاب خدا بسوزه. تو روایات آمده، آمدن خدمت امیرالمومنین عرض کردن ما هی ارجا آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدوم آیه است؟ حضرت فرمودن که دیگران چی گفتن؟ گفتن رفتیم سراغ فلانی و فلانی، این آیات رو گفتن. فرمودن همه این آیات امید بخشه، اما عندنا اهل البيت ارجى آية في كتاب الله فلسوف يعطيك ربك فترضى. امید بخشترین آیه در قرآن این آیه است که پیغمبر در قیامت اونقدر به تو ببخشیم که راضی بشی. خب خیلی آیه امید بخشی. از کجا امیرالمؤمنین می فرماید این امید بخشترین آیه است؟ دیگه جای یأس و ناامیدی از خدا باقی نمیگذاره. فرمود به پیغمبر توجه کنید، خدا مخاطبش پیغمبر است، پیغمبری که او بر همه عالم دلسوزه. می فرماید تو قیامت اونقدر به تو ببخشیم که تو راضی بشی. پیغمبر کی راضی میشه؟ فرمود امیرالمومنین رسول خدا راضی نمیشود احدی از امت او به آتش بسوزد. دیگه چی بالاتر از این؟ این روایت رو علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه تو تفسیر آورده از امام صادق علیه السلام. قال سماعه سألته عن شفاعة النبي يوم القيامة. سماعه یکی از روایات حدیث رفت آمد داره با حضرت صادق. سوال میگه کردم از امام صادق در مورد شفاعت پیغمبر روز قیامت، آقا پیغمبر چگونه مردم رو شفاعت میکنه که بهت همه اهل محشر، همه بهتشون میبره، همه مبهوت شفاعت پیغمبر میشه. قال امام صادق فرمود یلجم الناس یوم القیامه العرق. اونقدر فزع و جزع روز قیامت مردم رو فرا میگیره. چون دیدید تو دنیا این بازیکنهای فوتبال که میبازن شروع میکنن گریه کردن که توی مسابقه باختن. نه، این گریه ها همش پوچه. گریه حقیقی قیامته و خسران حقیقی قیامته که انسان همه چیزش رو باخته، عمرش رو باخته، حیثیتش رو باخته، شرافتش رو باخته. اونجاست که مردم عرق می کنند و گریه می کنند. فرمود اونقدر گریه می کنند که از عرق مردم رودها جاری میشه.
فیقولون، دیگه به تعبیر ما ها میگیم جانشون به لبشون میرسه. فیقولون انطلقوا بنا الى آدم یشفع لنا، بریم سراغ پدرمون حضرت آدم یه کاری برای ما بکنه، دست ما رو بگیره. امروز میان خدمت حضرت آدم، فیقولون اشفع لنا عند ربک، جناب آدم ابوالبشر پدر ما به داد ما برس. فیقولون فعلیکم بنوح، من گرفتار کار خودم هستم، برید سراغ شیخ الانبیا حضرت نوح. میان خدمت حضرت نوح، فیردهم الی من یلیه و یردهم کل نبی الی من یلیه حتی ینتهون الی عیسی. میان خدمت حضرت نوح میفرماد برید سراغ ابراهیم، میان سراغ حضرت ابراهیم میفرماد برید سراغ حضرت موسی، میان سراغ حضرت موسی میفرماد برید خدمت حضرت عیسی. حضرت عیسی میفرماید فیقول علیکم به محمد صلی الله علیه و آله. قربانتون یا رسول الله، میفرماید کار امروز به دست رسول الله است، پیامبر آخر الزمان. فیعرضون انفسهم علی، خودشون رو عرضه میکنن بر پیغمبر، یا رسول الله ببین وضع ما رو، ببین چه بلایی به سر ما میاد. و یسالونه، برای ما یک کاری بکنید امروز. حضرت میفرماد راه بیفتید. فینطلق بهم الی باب الجنه، میرسد به در بهشت رسول اکرم. و یستقبل باب الرحمن، مقابل درگاه الهی پیغمبر خدا می ایستد. و یخر ساجدا، به سجده می افته پیغمبرک. فیمکث ما شاء الله، یه مدتی رو پیغمبر در مقابل خدا به سجود می گذراند. فیقول الله عز و جل ارفع رأسک، خدای متعال خطاب می فرماید ای بنده ما پیامبر ما سرت رو بلند کن. بشفع تو شفع، وصل تو اطع، بلند شو شفاعت کن، هر کسی رو شفاعت کنی ما میپذیریم. از ما بخواه، امروز روز عطاست، ما به تو عطا خواهیم کرد. امام صادق میفرماید و ذالک قوله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. به پیغمبر خطاب شد در سوره اسراء، پیامبر ما میخوای به مقام محمود برسی. مقام محمود یعنی اون جایگاهی که ستایش همه عالم را برمیانگیزد، که تعبیر شده به جایگاه شفاعت. میخوای به جایگاه شفاعت برسی، باید بلند شی شبها و نماز شب بخونی. تو تفسیر مجمع بیانه، فقام رسول الله على اطراف اصابعه عشر سنین، پیغمبر اکرم 10 سال نماز شب رو روی پنجه های پا میخوند. اینطور نماز شب خوندید تا الان؟ 10 سال این گونه نماز شب خوند. چرا؟ خدای متعال پیغمبر رو به مقام شفاعت برسوند. روایتش در مجمع بیان. آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پیغمبر ما گفتیم به مقام شفاعت میرسی با نماز شب، نمیخوایم اینقدر خودت رو مشقت بیاندازی. چرا اینقدر خودت رو به سختی میاندازی؟ چرا اینقدر بر خودت سخت میگیری؟ این جان عزیز سر از عالمت رو اینطور آزرده میکنی؟ تو جایگاه شفاعت رو خدا بهت عنایت کرده. روایت دیگه از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، یک غلامی بود متعلق بود به همسر امام سجاد، آزادش کردن، غلام آزاد شد به نام ابو ایمن. بعد از شهادت امام سجاد هنوز رفت آمد داشت خانه امام باقر، آدم با تقوایی بود، اهل خودداری از گناه بود. یه روزی حالا با یک حالت
عصبانیت شاید تعبیر بنده باشه، آمد خدمت امام باقر، فقال یغرون الناس فیقولون یا تغرون الناس فتقولون شفاعت محمد صلی الله علیه. چرا این همه مردم رو تشویق میکنید، هی بهشون میگید شفاعت پیغمبر، شفاعت پیغمبر؟ این مردم فریب میخورن. حالا تو برخی از عبارت ها داره تغرون الناس، حالا اینم فریب میدید مردم رو، نستجیر بالله. چرا این همه مردم رو به شفاعت پیغمبر گره میزنید؟ بگید نماز بخونن، روزه بگیرن، اونم وظیفه است، باید انجام بدن. اما این دست واقعا نماز و روزه من منو به بهشت میرسونه؟ تا در این مسجدم نمیرسونه نماز من، نمازی که با این همه نقصه. فقذب ابو جعفر حتی تربد وجهه، امام باقر غضبناک شد، خشمناک شد، رگ گردن حضرت به تعبیر ما زد بیرون، ناراحت شد حضرت، فرمودن وی حک یا ابا ایمن، چی داری میگی تو؟ تو چه جایگاهی هستی چنین حرفی بزنی؟ تو با شفاعت پیغمبر خودت رو مقایسه میکنی؟ اغرک ان افت بطنک و فرجک، فریبت داده این اعمال ظاهری که شکمت عفت داره، دامنت پاکه، همین فکر میکنی کفایت میکنه برای قیامت؟ از اون مشکلات قیامت همین تو رو نجات میده؟ اما والله لو قد رأیت افزاع یوم القیامه لقد احتجت الى شفاعه محمد صلی الله علیه و آله. اگر اون گرفتاری های روز قیامت رو میدیدی دیگه حیا میکردی در مورد اعمال خودت صحبت کنی و فریب چند رکعت نمازت رو بخونی؟ اون فزع و جزع قیامت، اون خسارت ها، اون حسرت های قیامت رو اگر میدیدی چنین حرفی رو نمیزدی؟ ابا ایمن بگذار بهت بگم، و هل یشفع الا لمن وجبت له النار؟ میدونی پیغمبر برای کی شفاعت میکنه؟ میدونی؟ میخوای بفهمی؟ پیغمبر برای کسی شفاعت میکند که واجب الناره، یعنی باید بره تو آتش جهنم بسوزه. رسول خدا اون وجود نازنین و دلسوز بر عالم میاد از خدای متعال تقاضا میکنه خدای این با آتش نسوزه. تو روایات ما دارد ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، بگردید توی بین، حالا بنده خودم رو میگم، امثال من تو جامعه، ببینید کسی تا حالا گناه کبیره انجام نداده؟ همه گرفتارن، حالا دور از همه عزیزان اینجا، میگه میشه تا حالا کسی تو عمرش غیبت نکرده باشه؟ همه گرفتار گناه کبیره شدن، حالا بالاخره استغفار میکنیم، بس خدای متعال تبلیغ مغفرت میکنیم، اما گناه کبیره انسان رو واجب و نار میکنه، باید انسان تو آتش بسوزه؟ معنای گناه کبیره اینه. فرمود رسول خدا من شفاعتم رو ذخیره کردم برای کسانی که مرتکب کبیره شدن، باید بسوزن تو آتش، میام در قیامت دستشون رو میگیرم. این مقام شفاعت که عالم رو مبهوت میکند پیغمبر خدا در قیامت، همه مبهوت مقام نبی اکرم میشن در قیامت. امام صادق علیه السلام در یه روایت دیگه مرحوم برقی در محاسن نقل میکند، میفرماید ما این فقط مخصوص مردم عادی نیست، حالا مردم عادی گرفتارن، بالاخره گرفتار گناهانشونن در قیامت، اما اولیاء خدا، انبیاء الهی، صدیقین، اونام تو قیامت نیاز دارن به شفاعت. ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو يحتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله.
همه اولین و آخرین، همه انبیاء و مرسلین، همه صدیقین و شهداء و صالحین در قیامت محتاج شفاعت نبی اکرم هستند. چی داری میگی تو ابو ایمن؟ یا امثال افرادی که فکر میکنن با عملشون به بهشت میرسن. انبیا محتاج شفاعت پیغمبرند. گولمون نزنه دو رکعت نماز، گولمون نزنه چند تا روزه گرفتیم برای خدا. همه محتاج شفاعت پیغمبریم. شامگاه رحلت نبی اکرم است. بریم امشب ببینیم خانه پیغمبر چه خبره. سخت‌ترین شب عالم بر اهل بیت امشبه، روایت امام باقر علیه السلام. در کتاب شریف کافی وجود مقدس امام باقر می‌فرمایند: لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله با تعال محمد صلوات الله و سلام علیه به اسفل لیله حتی ظنوا ان لا سماء تظلهم ولا ارض تقلهم. وقتی پیغمبر از دنیا رفتند، اهل بیت علیهم السلام در یک شرایطی قرار گرفتند از مظلومیت و مهجوریت و محرومیت که گویا دیگه هیچ آسمانی بر اونها سایه نمی‌افکند و هیچ زمینی حاضر نیست اونها رو در خودش جا بده. یعنی دندونها تیز شده بود، شمشیرها از نیام بیرون کشیده شده بود، هرچی بغض و کینه داشتن دشمنان خدا و دشمنان نبی اکرم میخواستن بر سر اهل بیت فرود بیارن. امشب سخت‌ترین شب بود بر اهل بیت. امام باقر میفرمایند: لأن رسول الله بتر الاقربین والابعدین فی الله. پیغمبر برای خدا باید از همه دل بکنه، از نزدیک و دور، از فامیل و غیر فامیل باید دل بکند، ره سپار ملاقات خدا بشه. فبیناهم کذالک. شرایط شرایط سخت، توی مظلومیت بودن اهل بیت، تو سقیفه جمع شده بودن، داشتن برای اسلام توطئه میکردن، اهل بیت رو قریب و تنها گذاشته بودن. اهل بیت هر آنی ممکن بود منافقین بیان بریزن تو خانه، به اونها حمله بکنن، هجوم بیارن. فبیناهم کذالک اذ اتاهم آت لا یرون شخصه و یسمعون کلامه. یک شخصی آمد صدای اهل بیت رو صدا زد، شخص رو نمی دیدند اما صدا رو می شنیدند: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. ان لله عزاء فی کل مصیبه و نجاتا من کل هلکه و درکا لما فات. اهل بیت عصمت طهارت، خدای متعال در هر مصیبتی برای شما تسلی قرار بده، در هر گرفتاری برای شما راه نجاتی قرار داده و در هر از دست رفتنی برای شما جبرانی قرار داده. قصه نخورید، خدا پشت و پناه شماست. کل نفس ذائقه الموت. پیغمبرم باید از دنیا بره، دیر یا زود باید پیغمبر میرفت از دنیا. انک میت و انهم میتون و انما توفون اجورکم یوم القیامه. دنیا دار بلا و آزمون است، اما آخرت جایگاه پاداش و مجازات، اونجاست که باید اجرتون رو بگیرید از خدای متعال. قصه نخورید، خدا پشت و پناه شماست. از امام باقر سوال کرد راوی: آقا این شخص کی بود؟ فرمود: من عند الله. این شخص از جانب خدا آمده بود. حالا حضرت خضر بود، جناب جبرئیل بود، هر کسی بود، او یندر چی کار داری؟ او از جانب خدا آمده بود به اینها تسلا بده، قلب اهل بیت رو تسلی بده و آرام بکنه.
اونها تو این محرومیت قرار دارن، در این مظلومیت و قربت قرار گرفتن. امت میخواد بریزه اهل بیت رو نابود بکنه بعد از پیغمبر اکرم. امت منافق میخواد اهل بیت رو انتقام بگیره، انتقام کارهای پیغمبر رو از اهل بیت بگیره. السلام علیک یا رسول الله و علی اهل بیت کالطاهری، شب قربت اهل بیت، شب مظلومیت اهل بیت، انشاء چه به روزگار زهرا آمده، چه به روزگار امیر المؤمنین آمده. وقتی امیر المؤمنین مشغول غسل پیغمبر شد، صدا زد لولا ان امرتنا بالصبر و نهیتنا عن الجزا لانفرنا علیک ما الشعوب. یا رسول الله، اگه شما دستور نداده بودید صبر بکنید، اگر دستور بر شکیبایی نداده بودید، اونقدر گریه می کردم برای شما که جانم برز کرد. ولا کان الداء مماطلا والکمد مخالفا. یا رسول الله، و قلالک، من از فراق شما بمیرم گریه کنم، اینها برای شما چیزی نیست. و قلالک ولكنه ما لا يملك رد.